اما همه ظاهرا موافقت آمیز بوده، درسته؟ کاملا فعلا که همه امیدوارن که به زودی این در واقع در چند ساعت آینده متصل بشه به ایستگاه فضایی بین المللی. خب سوال من این که این برنامه هزام فضا 90 11 سال بعد از بازنشسته شدن ناوگان شاتل ها انجام میشه، اصلا چرا برنامه شاتل ها دنبال نشده؟ ببین برنامه شاتل ها حدود 15 سال برقرار بود. یکی از دلایل بازنشسته شدنش این بود که فکر میکردن که باید کم کم بخش خصوصی وارد بشه به این به اصطلاح برنامه. یک عامل دیگه هم این بود که میزان مصرف مواد، یعنی موادی که برای ساخت به اصطلاح مخازن سوخت استفاده میشد یا به اصطلاح استفاده های جانبی میشد برای به پرواز درآوردن این شاتل ها، اینا بیش از حد بود. یعنی یک سازمان اداری به نام ناسا از بودجه‌ای که میتونست استفاده بکنه برای کارهای متعدد تحقیقاتی فقط استفاده میکرد برای این ناوگان، یعنی برای تجهیز این ناوگان و ارسالش به اعزامش به فضا به مدار زمین. بنابراین اینا گفتن که در سال 2011 بهتره این سازمان ناسا شاتل ها رو بازنشسته بکنه و کم کم اجازه بده به صنایع نوپای هوافضا در آمریکا که اینها وارد به اصطلاح این اعزام فضا نورد بشن. قبلش هم تجربه های شده بود که اگر کسانی بخوان به اصطلاح به فضا برن به عنوان گردشگر میتونن بخشی از این هزینه ها رو تامین بکنن. بنابراین میشه گفت که این تجربه هم شد که الان علاقمند و به اصطلاح کسی که پول پرداخت بکنه برای این برنامه ها قابل توجه است. بنابراین میتونه سازمان ناسا از سازمان های دیگه، از شرکت های دیگه استفاده بکنه برای اینکه ابزارهای فرستادن فضانورد به مدار زمین رو با هزینه کمتر، با راندمان، با کارایی بالاتر انجام بدن. بنابراین اولین تجربه است. به همین دلیل هم هست که میگن این پرواز تاریخی، برای اینکه اولین بار تحت نظارت یک سازمان دولتی با مشخصات و استانداردهایی که این سازمان دولتی داره تونسته یک شرکت بیاد و این اعزام فضانورد را انجام بده. موادی هم که مصرف میشن مثل موشک فالکون، این دوباره برمیگرده و قابل استفاده مجدد است. هم یه گفتگویی داشتیم با پیر وایمر فضانورد در مورد پرتاب امروز و اهمیتش. اجازه بده اونو با هم دیگه ببینیم و دوباره برمیگردیم. Today's launch should it go ahead. پرتاب امروز اگر انجام بشه بسیار تاریخیه، به دو دلیل اصلی. اول اینکه این نخستین پرتاب در تاریخ بشره که توسط یک شرکت تجاری برای انتقال فضانوردان ناسا به فضا و به مدار زمین و به ایستگاه فضایی بین المللی انجام میگیره. این اتفاق بی سابقه است. بنابراین نه تنها برای شرکت اسپیس اکس و بنیانگذارش ایلان ماسک، بلکه همچنین برای ناسا که در این مورد سازوکار پرتاب رو به بخش خصوصی سپرده، خیلی اتفاق مهمیه. و دوم اینکه این نخستین پرتاب از خاک آمریکا و توسط یک شرکت آمریکایی از زمان کنار گذاشتن شاتل فضایی در سال 2011. بنابراین اتفاقیه که بدون شک خیلی از آمریکایی‌ها و مردم جهان به تماشاش خواهند نشست. ناسا از سالها پیش تصمیم گرفت که سازوکار پرتاب راکت رو برون سپاری کنه. ناسا پول زیادی روی خود شاتل هزینه می‌کرد. ساخت و استفاده از شاتل خیلی هزینه بردار بود. و ناسا به دلایل مالی به این نتیجه رسید که احتمالاً بهتر این کار رو به بخش خصوصی واگذار کنه. ناسا در عمل هزینه استفاده از یک حامل خصوصی رو به شرکت سازندش مثل اسپیس اکس یا رقیبش بوئینگ که اون هم داره روی یک وسیله پرتاب کار می‌کنه می‌پردازه. اینجوری براشون بهتره، چون ناسا می‌تونه منابع مالیش رو برای کاوش فضای خارج از منظومه شمسی و گذر از مرزها هزینه کنه و مجبور نیست نگران پرتاب باشه. اونها عملاً به صورت پیمانکاری این کار رو به بخش خصوصی سپردن. ناسا یک قرارداد 2.6 میلیارد دلاری با اسپیس اکس و یک قرارداد هم به ارزش 4.2 میلیارد دلار با بوئینگ منعقد کرده تا اونها تبدیل به دو تأمین کننده اصلی راکت برای ناسا بشن. تمرکز در بخش خصوصی در حال حاضر روی پرتاب زیرمداری و مداری حداکثر تا ایستگاه فضایی بین المللیه. روشنه که این کار بسیار امکان پذیر و قابل انجامه. ما فناوری لازم رو در اختیار داریم. اگر از ایلان ماسک بپرسید، هدف بعدی برای آینده اینه که در طول عمرش امکان سفر به مریخ فراهم بشه.
البته مریخ خیلی دوره. سفر فضایی به مریخ 8 یا 9 ماه طول میکشه. ما فکر میکنیم در عرض یکی دو روز میتونیم به ماه برسیم. اما رفتن به مریخ به راحتی 9 ماه طول میکشه. دونستن این موضوع میتونه ضمناً تصویر بهتری در رابطه با فاصله ها در فضا به شما بده. بنابراین مریخ خیلی خیلی دوره. برای سفر به فراسوی مریخ هم باید فعلا منتظر بمونیم. فعلا در حد یک رویاست. حتی سفر به مریخ هم به نوعی یک رویاست. اما رویای غیر ممکنی نیست. بله، گفتگویی بود با پیر وایمر، فضانورد، در مورد پرتاب امروز. اما همایون، برگردیم به تو. از این به بعد سازمان ناسا برای برنامه فضایش چه نقشی به عهده گرفته و قرار چه کاری انجام بده؟ ببین، همونجور که پیتر وایمر گفت، سازمان ناسا قرار کوچیک بشه و فقط استانداردها رو بده و دعوت بکنه از شرکت‌های خصوصی برای اینکه وارد بشن به این اصطلاح برنامه فضایی، ابزار تولید کنن، فضاپیما درست کنن. و بنابراین میشه گفت الان دیگه فقط استانداردها رو سازمان ناسا میده. قرار است تا چند وقت آینده ایستگاه فضایی بین‌المللی هم تعطیل بشه، بنابراین بخش خصوصی وارد میشه و میشه گفت ناسا فقط هماهنگ کننده کارهای اداری هست و استانداردها رو میده و بقیه دیگه دست بخش خصوصی هست. ممنونم از تو همایون خیری همکارم که در استودیو با ما همراه بودیم.